سلام، میخوام یه پالتوی آستردار بدوزم. تیکه هایی که برش کردم، من اومدم برشش کردم، بعد قراره بدوزمش. تیکه هایی که برش کردم چیان؟ اومدم اول قسمت جلوی کارمو، قراره پالتو یقه انگلیسی باشه، اومدم تیکه جلو رو بریدم. ببینید این یقه است، اینم قسمت جلو. برای این قسمت آستر رو چجوری میبرم؟ تا حدوداً ببین به اندازه سجاف کارم از خود پارچه نیاز دارم که من اومدم از خود پارچه اینو بریدم، چون یه مقدار قدش کوتاه بود این تیکه برش میخوره، اصلا اشکالی نداره. این برای قسمت سجاف. ببینید ما بقی ما ببین تا این قسمت که برش کردم بقیه این قسمت میمونه، اومدم از پارچه آستر استفاده کردم. این شد لایه رویه. برای این قسمت سجاف جلو هم لایه برش کردم و بهش لایه میچسبونم، بعد به این تیکه میدوزم. این قسمت روی جلو. برای قسمت پشت کار چی کار کردم؟ این الگوی پشت کاره. این کار بدون پنس و بدون درزه، چون یک کمی حالت اووروای میسته، اوورسایزه. برای قسمت آستر چون پارچه حالت راحتی داره، البته واسه همه پالتو ها این کار رو میکنیم، پارچه هایی که راحتی بیشتری دارن کشیان، برای قسمت پشت بیشتر یه دونه پیلی قرار میدیم. یه دونه پیلی به اندازه حالا 2 سانت و نیم از مرکز وسط فاصله میذاریم و برش میکنیم. این میشه پیلی کار، که قسمت کارور موقعی که لباس دوخته میشه، آستر به خاطر اینکه کش نداره راحتی رو ازمون میگیره. این 2 سانت باعث میشه که یه کمی قسمت کارور لباس راحتی داشته باشه. تا پایین کار اومدم به خاطر اینکه بازم میگم چون پارچه روی راحتی داره، آستر یه کم آزادی نیاز داره. این برای قسمت پشت. آستین کارم چه مدله؟ یه آستین آزاد دارم که به لبه کار مچ دوخته میشه. مچمو از پارچه اصلی میگیرم. ببینید این مچه، یعنی حالت دوبله، یه همچین فرمی وای میسته. یه دونه از این دوب برداشتم آستین، و به اندازه آستین آستر. این تیکه سجاف یقه پشته. ببینید برای شیکتر وایستادن لباس خوبه که به قسمت پشت سجاف دوخته بشه، به آسترمون دوخته میشه. حالا توی کار بهتون نشون میدم. این هم تیکه یقه کوچیکه، یقه انگلیسی تیکه پشته، به اینم باید لایه بچسبه. حالا من یه سری لایه کوبیا رو انجام میدم، اون درز سجاف جلو رو میدوزم و ما بقیه رو دوباره براتون فیلم میگیرم. خب چون قرار شد از همه قسمت های این دوخت فیلم بگیرم، میام از همون ابتدا بهتون میگم. ببینید این سجافیه که یه برش کوچیک داشت. اولین کاری که میکنم این برش کوچیک رو میدوزم. چون قد سجافم کوچیک بود برش خورد. بهترین حالت اینه برش نخوره، حالا که خورد اشکالی نداره. موقع لای چسبوندن حواسم هست که درز از هم باز دوخته بشه. ببینید به این صورت بازش کنم، اوتو کنم، بعد لایو بچسبونم که این درز یک کمی ظریف‌تر باشه. حالا به این لایه میچسبونم، برمیگردم. خب من کاری که کردم به قسمت جلوی کارم لایه چسبوندم، یعنی همون سجافی که از خود پارچه اصلی گرفته شد، و قسمت کناری سجاف که گفته بودم از لایه قراره گرفته بشه و دوخته بشه. کاری که من میکنم، میام ببینید این قسمت حلقه است و اینم قسمت سرشونه.
این قسمت کار رو به هم وصل میکنم. میدوزم اینو لب به لب میدوزم به خاطر اینکه میخوام همزمان حالت نوارکاری هم بشه. میام از اضافه درز استفاده میکنم، اینو لب به لب میدوزم. الان بهتون نشون میدم. سجافمو کوچیک گرفتم، حالا اشکال نداره. ببینید میام لب به لب کار میدوزم. این درز میره بین این قسمت. ببینید درزه، میتونیم درزو کمترش هم بکنیم. میره بین این، میام اینو درزو میندازم وسط کار، یه چرخ از روی کار میره، یه نمای شیکی به لباس میده. ببینید کارم به این صورت در میاد. از زیر کار درز پیدا نیست، از روی کار انگاری نوار کاری شده. اوتو که میکنم به این سمت میخوابونمش. اون طرف کار رو هم همینطور. اگه دقت کرده باشید من اومدم از روی آستر کارم رو دوختم، یعنی اومدم از این طرف دوختم. از اون طرف چون پارچه کشیه، زیر دست کش میان، یک کمی بالا و پایین میشه، اذیت میکنه. این قسمت رو اتو میکنم. این از قسمت جلو فلان کنار. برای قسمت آستر پشت، این قسمتی که قرار بود پیلی باشه، یک کوچولو میام مثل پیلی دوخت میزنم. به این صورت. و سجاف پشت حالا مال من درزدار شده بود به خاطر اینکه پارچم کم. برای اینکه لبه کار زیباتر در بیاد میام اینو لب تو میدم. یا نوار میدوزم. ترجیحاً نوار رو هم رنگ آستر بدوزم. یا از خود پارچه آستر استفاده کنم. میام این سجاف پشت رو به قسمت جافه آستر پشت بست میکنم. میتونید اینو دوخت بزنید، میتونیدم نزنید، با زانفیکس بعدم فیکسش کنید. من الان دوختش نمیزنم. حالا سرشونه های آستر رو به هم میدوزم.
ببینید این میشه به این قسمت، اینم سرشونه یه طرف مقابل. این از سرشونه ها. اصلاحیه های قسمت حلقه رو انجام میدم. این سرشونه ها دوخته شده. حالا میخوام حلقه قسمت پهلوی لباس رو بدوزم. این قسمت های پایین لبه کار که اضافه اومد و میچینم. درز پهلوها رو اوتو برای دوخت آستین آستر من میام اول کنترل حلقه رو انجام میدم، بعد درز پهلو رو میدوزم. خب درز بغل آستینم رو دوختم، حالا میام آستینم رو به رو برمیگردونم. و به حلقه لباسم، یعنی به حلقه آستر و
این قسمته، آستر کارم. دوخته شد، میذارمش کنار. حالا میرم سراغ رویه. قسمت رویه کار، میام سرشونه ها رو میدوزم، یعنی سرشونه جلو به قسمت پشت کار دوخته میشه. سرشونه ها رو باز اوتو میکنم به این صورت و آستین رو میدوزم. این آستینامه، وسط آستین رو پیدا میکنم. این قسمت جلو، موقعی که پهلوها بازه آستینو میدوزم. این تا این مرحله آستین رو دوختم، پهلو رو اوتو کردم، و کار تا این مرحله انجام شد. حالا میمونه یه یقه کوچیک قسمت پشت. حالا میام این تیکه پشت رو به قسمت اصل لباسم یا رویه وصلش میکنم.
یه چکش میکنم. حالا مونده قسمت مچ آستینم. مچمو به اندازه ریدی مچ میدوزم. اوتو میکنمش. حالا میام این مچو به آستین خود لباس میدوزم. برای این کار باید لبه آستین به اندازه این مچه بشه دیگه. خب میام یه چند تا پیلی بهش میدم. این طرف آستین، اون طرف رو هم همینجور پیده میدم و میرم. حالا میرسیم به قسمت آسترکشی لباس ما. ببینید این کل لباسم. این لایه رویه
این هم آستر لباسم که به صورت کامل دوخته شده. حالا کاری که میکنم ببینید، این رو و این هم روی کار، درسته روی آستر، درز به سمت داخل، ببین روی به روی درز رو همه میره تو، از قسمت یقه و سرشونه شروع میکنم سوزن زدن. ببینید این قسمت برای یقه پشت یه مقداری کم آوردم. اینجا یه حکی بهتون یاد میدم، به آرومی به صورت این فرم بهش تا هر چقدر لازمه باز بشه یقه پشت این اجازه رو به من بده. خب بعد این اضافه ها چیده میشه، میام سه جا آستر رو به سمت داخل میدم، اینو هم به این صورت میارمش رو. ببینیم موقعی که دوخت کامل بشه و برگرده به این صورت در میاد. حالا این کار انجام میدم تا آخر ببینیم. ببینید من هیچ کاری دیگه نکردم، فقط همون مسیری رو که سوزن زدم اومدم چرخش کردم، حتی سوزناش هم در نیاوردم که ببینید. خب این از دوخت سجاف به لباس، آستر رو به لباس کمپلت دوختم. درس های نگاه کنید، قسمت یقه رو یک کمی کم میکنم، کار رو از قسمت پایین برمیگرد.
هنوز آستین رو ندوختم. حالا بهتون میگم. آستر آستین رو میذارمش توی آستین، اون طرف رو هم همینطور. بذارید این قسمت چسب بزنم. ببینید من این قسمت سجف پشت رو چسب زدم، کار یه اتوی سبکم انجام دادم. هنوز آستین رو ندادم. آستر از تو آزاده. خب اومدم آستین رو انداختم توی کار. خب واسه این که بعد این که دوختم نپیچه، یا کنید میام با یه سوزن اینو اینجا نگه میدارم، قسمت بالای کارو هم همینطور که آستین نچرخه. من تا مدت‌های مشکل رو داشتم قبلا، تا اینکه این تکنیک متوجه شدم راحت شد کار برام. ببینید درز پهلو رو پیدا میکنم، قسمت بالای آستینم با یه سوزن مشخص میکنم. حالا ببینید میرم قسمت زیر کارم، آستین رو میکشمش بیرون. آروم سوزنا رو در میارم. ببینید اینو درز به درز حالا فیکسش میکنم. مثل قسمت بالا هر قسمتی که پیلی نیاز داره پیلی میدم که آسترم جمع بشه. دوید. حالا از این قسمت شروع میکنم دوخت آستین، برای اون طرف هم همینطور. حالا آستینو به آرومی از قسمت دوخت قبلی میدوزمش. پارچه زخیمه، یک کمی با احتیاط زیر چرخ کار کنید. این آستین بعدی.
تادا، این آستین از رو و این هم از آستر. این رو و این هم توی کار. خب اینم از انتهای کار، همه قسمت ها دوخته شد، فقط مونده لبه پالتو. چون من میخوام آستر رو جدا و رویه رو هم جدا بدوزم، البته اینو بهتون بگم، میام این قسمت لایه های روزی رو با زانفیکس، یه تکیه های کوچیک زانفیکس میذارم از زیر، این دوتا لایه به هم بچسبه، یا با پستوز بچسبونید یا با زانفیکس. خب این از این قسمت. لبه کار ببینید، میام لبه کار رو هم با زانفیکس فیکس میکنم، این برای قسمت زیر، میتونید هم پستوزش کنید و هم زانفیکس بزنید. قسمت آستر رو هم ببینید به این صورت، میتونید هم چرخ کنه جدا و هم زانفیکس بزنید. همین.